Have you ever stopped to think about the beauty of the moments in between? بزرگترین همایش پوست، مو، زیبایی توسط خانم مریم رئوف توی هتل استقلال تهران با همکاری شرکت لورئال پروفشنال داره برگزار میشه. توی این همایش برندهای مختلفی حضور دارن، مثل دولچه، مثل برند پرونویا و تعداد کثیری از هنرپیشگان و چهره های خانوم های معروف توی سالن همایش منتظر هستن تا ببینن برنامه چیه. با هم سری میزنیم به شرکت کنندگان این همایش. سلام خانم رئوف، به ما میگین امروز اینجا چه خبره؟ امروز ما برای اولین بار همایش رو در واقع در خصوص کار زیبایی و رنگ مو داریم برگزار میکنیم. انشالله که توش موفق باشیم. این ایده از کجا اومد؟ چی شد که فکر کردیم باید یه همایشی در این رابطه برگزار کنیم؟ واقعیتش اینه که من احساس میکنم که ایران نیاز داریم، یعنی ما خانوم های ایرانی نیاز داریم که با آرایش و رنگ موی روز دنیا بیشتر آشنا بشیم که بتونیم در واقع این تکنیک های جدید رو استفاده بکنیم. تصمیم گرفتم که یه همایشی رو بذارم که از عموم مردم بتونم به عموم مردم این اطلاع رسانی. همکاراتون هم اینجا حضور دارن؟ کسایی که آرایشگاه دارن و توی زمینه فعالیت میکنن؟ بله، فکر میکنم خیلی زیاد. یه سریشون رو اصلا خودم دعوت کردم، حده دیگه هم که محبت دارن نسبت به من تشریف آوردن. یک مقدار توی فرهنگ ایرانی آرایش سبک و سیاقش با دنیا فرق میکنه و من سعی کردم که به زیبایی های طبیعی خانوم ها بیشتر توجه کنم. اینطوری هم زیبایی خانوم ها شخصی سازی میشه و هر کسی خودش میشه و هم ماندگار میشه. به این جهت فکر کردم که تو این زمینه فعالیت داشته باشم میتونم که یکم موفق باشم. شما خودتون این دوره ها رو کجا گذروندید؟ من اکثر دوره هام رو توی فرانسه گذروندم و یه سری از دوره های میکاپ رو تو کانادا. چی شد خانم رئوف که شما سالن منتخب لورئال شدید؟ واقعیتش مهمترین بخشش اینه که مدام باید آموزش ببینی و من این کار رو اصلا در واقع درش کوتاهی نمی کنم. من مرتب آموزش میبینم و این یکی از در واقع آیتم هایی هستش که برای اینکه منتخب بشی نیاز هستش که رعایت بکنی. این آموزش ها به صورت پیوسته هستش، استفاده از محصولات به صورت 100% و استفاده از تکنیک های روز به صورت 100%. این عوامل رو در واقع من سعی کردم که کامل رعایت بکنم، هم خودم هم پرسنل سالانم مرتب ترین بشن که به این صورت ما منتخب لورئال شدیم. به نظر شما ویژگی سالن مریم رئوف چیه؟ در درجه اول احترام به مشتری، کیفیت خوب سعی میکنیم و تکنیک های جدید. که اصلا به ذهنتون رسید که باید همچین همایشی برگزار کنید؟ چون معمولا همایش ها هزینه داره و یه همایش رایگان هستش برای عموم مردم. واقعیتش من دوست داشتم که عموم مردم بتونن که تشویق بشن که توی این مراسم شرکت بکنن و میدونم که این مسئولیت منو سنگین تر میکنه، برای اینکه حتما از این به بعد باید خدمات بهتری بدم و همیشه به روزتر و کیفیت بالاتری رو برای مردم داشته باشم. مهمونا رو خودتون شخصا دعوت کردید؟ من یه تعداد مهمون رو به صورت شخصی دعوت کردم، بقیه‌اش از طریق فراخوان عمومی سایتم در واقع ما این تو سایتتون فراخوان عمومی زدین و مردم به صورت عمومی میتونستن شرکت کنن. بله، و من با این استقبالشون واقعا شرمنده ام هستم. امروز یه فستیوال خیلی بزرگه که در واقع خانم مریم رئوف اولین کسی هستن که همچین یه چنین فستیوالی رو توی هتل استقلال دارن برگزار میکنن. امروز قراره چه اتفاقی بیفته؟ یه اتفاق خوب، مثلا یه اتفاقی که همه مردم به طور عموم با بهترین کارا، با بهترین برندای روز دنیا آشنا بشن و همه آگاه بشن، چون اکثرا سالونا فقط برای یه سری کارهای خاصشون شو برگزار میکنن و همه نمیتونن اونجا حضور پیدا بکنن. اکثر عروسا فقط میتونن برن، کسایی که برای مثلا مراسمشون بخوان برن، ولی امروز برای همه کارا میتونن با بهترین کارهای خدماتی سالن آشنا بشن. به نظر شما این کار درستی که یه همچین این همایشی توی تهران برگزار بشه که خانم ها بتونن راحت تر؟ برای اینکه خانم ها وقتی خودشون هستن میتونن
ابتکاراتشون رو روی صحنه بیارن به نمایش بذارن خیلی هم خوبه. خانم گودرزی چرا اینجا این امروز؟ والا یکم اینجا شلوغ پلوغه بابت مد و زیبایی فکر میکنم، برای اینکه برندهای مختلف هست برای چیزهای مختلف، ولی این چیزی که من متوجه شدم در آن رجب مد و زیباییه و به هر حال ایرونی هم که همیشه دنبال مد هستن. از چه طریق اینجا دعوت شدی؟ از طریق همکارانم. خودتون اهل مد هستین؟ خب نهایت تلاشش آدم میکنه برای اینکه بهتر جلوه کنه. اهل زیاد آرایشگاه رفتن هستین؟ از اینا که هی مدل مو رو عوض میکنن رنگ مو؟ نه اصلا فرصتشو ندارم، وقتی همچین کاری رو ندارم. خب به نظر شما این ایده خوبی بوده که همچین همایشی به صورت رایگان برگزار بشه که خانم ها بیان با مدهای جدید آشنا بشن؟ بله چرا که نه، اینکه من این کارو نمی کنم و وقتشو ندارم دلیل نمیشه که من مخالفه همچین چیزی باشم. همیشه خوشحال میشم خانم ها به زیباترین شکل جلوه پیدا کنن و حضور داشته باشن و امیدوارم که این همایش هم بتونه این همچین تأثیر رو بذاره که حتما میذاره. خیلی ممنونم ازت. حدود 8 سال هستش که با لورال همکاری دارن، همکاری خیلی نزدیکی دارن، از سالونایی هستن که 100% لورال کار میکنن. به همین دلیل ما در کنارشون هستیم، هم برای در واقع نشون دادن محصولات و همین که در کنارشون باشیم به عنوان یکی از افرادی که به طور 100% با ما همکاری نزدیک داشتن و کاملا تخصصی کار میکنن با لورال. این محصولات بیشتر تو چه طیفی هست؟ در مورد موه یا در مورد پوسته؟ تو چه طیفی بیشتر هستش؟ لاین پروفشنال فقط لاین مو هستش، محصولات مراقبتی هستش، هیر کیر هستش و یه لاین لاکچری هم داره که کلن برای زمانیه که میخوان مو رو تقویت بکنن. رنگ هایی هستش که داخل بازار نیستش و کاملا تخصصی و حرفه‌ای و فقط به سالون ها داده میشه. همونطور که میدونین موجه یکی از بارزترین اجزای صورته که تو زیبایی صورت و به خصوص زیبایی چشما نقش بسزایی داره. من متخصص اکستنشن موجه هستم، از ملبورن استرالیا توی سالن لش دیزاین استودیوز کار میکردم. مدت 3 سال توی این سالن ترینر بودم، آموزش میدادم، مربی بودم و سنیور آلش تکنیشن بودم. اکستنشن موجه که من انجام میدم به 2 روش هست، روش کلاسیک یا همون 1-to-1 و روش والیوم لش که یکی از روش های بسیار جدید توی ایران هست و توی همه دنیا. توی روش کلاسیک بین 80 تا 120 تا 150 تا موجه روی هر چش گذاشته میشه. توی روش والیوم این توانایی رو به ما میده که روی هر چش بین 250 تا 500 تا موجه کار بکنیم. موجه هایی که برای این روش استفاده میشن موجه های بسیار ظریفی هستن، خیلی فاین هستن، وزنشون سبکه و بسیار قابلیت انعطاف پذیری دارن. خیلی از مردم ممکنه براشون این سوال پیش بیاد که آیا اکستنشن موجه به موجه های طبیعیمون آسیب میزنه و یا موجه های طبیعیمون رو دمیج میکنه؟ من میتونم این سوال رو توی 3 جمله جواب بدم. اول اینکه اگر تکنیشن شما با روش صحیح این کار برای شما انجام بدن هیچ آسیبی به موجه هاتون نمیرسه. دوم اینکه اگر پروداکتی که برای شما استفاده میشه، چسب و موجه هایی که استفاده میشه برند خوبی باشه و پروداکت های روز دنیا باشن آسیب نمیرسه به موجه ها. و سومین مسئله و مهمترین مسئله ادوکیت کردن مشتری هاست. مشتری ما باید آموزش ببینن که بعد از انجام اکستنشن موجه چجوری از موجه های اکستنشن مراقبت کنن. گاهی اوقات مرحله اول و دوم درست پیش میره ولی چون مشتری مراقبت های لازم نمی کنه و ادوکیت نشده درست موجه هاشون آسیب میبینه. و من میتونم این تضمین رو بدم که اگر مشتری پیش من اکستنشن موجه بکنه و 3 سال موجه هاشو داشته باشه و هر ماه ترمیم کنه قطعا هیچ آسیبی به موجه هاشون نخواهد رسید. خانم مهاجر تو این همایش بزرگ نقش شما چیه؟ میبینم که کنار یه استند ایستادین، یه توضیح به ما میدین؟ بله مرسی که وقت گذاشتید. محصولات سری اکسپرت، مراقبت های ویژه مو که مال کمپانی اورال که توی سالن پریمیوم اورال در واقع به محض به مشتری ارائه داده میشه، که بعد میایم سر قسمت اکستنشن مو که مویی که ما در واقع توی سالنمون استفاده میکنیم رمی هیر، یعنی در واقع رمی هیر به این معنیه که موی 100% طبیعی. اگه موی الیاف داشته باشه و در کنار موی شما قرار بگیره ناخودآگاه به مرور زمان موی شما هم آسیب دیده میکنه، ولی مویی که ما تو سالن استفاده میکنیم کاملا و 100% طبیعیه.
یعنی قابلیت اینو داره که رنگی بشه روش، مشی بشه، رنگ داره، هایلایت داره، میتونن فرش بکنن، همه کاری که روی یک موی طبیعی شما میتونید انجام بدین روی این موها میتونید انجام بدین. چند وقت یک بار این موها باید باز شه و دوباره ترمیم بشه؟ ما معمولا توی سالن توصیه میکنیم که هر چند وقت یه بار مشتریامون بیان و در واقع براشینگ سالونی انجام بدن، ولی خب بعضیا به خاطر مشغله های کاری که نمیتونن، ما توصیه میکنیم که هر 6 ماه یک بار یک ریمووی انجام بدن، مو استراحت بکنه و مجددا اکستنشن رو انجام بدن. ولی خب اگه تمام این کارها انجام بشه، ما کسهایی رو داشتیم که میتونستن سالیان سال 4-5 سال موهای اکستنشنشون رو نگه دارن و هیچ مشکلی برای موهاشون پیش نمیاد. برای نگهداری این موها از این محصولات به مشتریاتون پیشنهاد میکنید؟ بله.